در همین حال شماری از خانواده های قربانیان قیام 24 اُحد در هرات از وضعیت دشوار زندگیشان و شرایط سختی که بر آنان آمده تا هنوز خاطرات تلخ آن روز را از یاد نبردند. شماری از بستگان این قربانیان میگویند نانآور خانواده خود را در این قیام از دست دادند و بدون سرپرست خانه شرایط سختی را سپری کردند و کسی هم تا هنوز برایشان هیچ کمکی نکرد. در این گزارش به پای صحبت‌های یک خانم می‌نشینیم که در قیام 24 اُحد پدرش را از دست داد و 7 ماه پیش نیز یک برادر جوانش که سرباز کماندوی ارتش بود کشته شد. دختر و مادر درد دیده و اندوهگین. سالها می‌شود که مادر در غم از دست دادن شوهر و پسر و دختر در غم از دست دادن پدر و برادر کوچکش در سوگ نشستند. فاطمه 6 ساله بود که پدرش در جریان قیام 24 اُحد از سوی حکومت کمونیستی وقت کشته شد. او با مادر، خواهر و 2 برادر کوچکش بی سرپرست شدند. میگوید پس از مرگ پدر روزهای سختی را سپری کردند و نانآور خانواده نداشتند. خود شما فکر کنید وقتی که زمانی که بچه باشه آدم 4 تا طفل یک زن داشته باشه، دیگه کی نمونده؟ یک پدرم بود، پدرش شهید شد. نی کاکا نی مامان دیگه قوم نداشتیم ایش که مادرم هم سقیر مونده بود. پیرمه بابا پیرمه ازدواج که پیرمه هم شهی شد. 4 تا طفل دنبالیمون دیگه آدشتی بود که دیگه بیانمون خیلی مشکل بیاد یادنی واقعا. فاطمه میگوید پس از مرگ پدر ناگزیر با خانواده خود به کشور ایران رفت. او همچنان از زندگی دشوار در آن کشور نیز سخن میگوید. اینکه بدون سرپرست در دیار غربت وضعیت سختی را تیر کردند. میگوید از زمان از دست دادن پدر تا کنون هیچ کسی از او و خانوادهش یادی نکرده و کسی هم در شرایط سخت به کمکشان نیامده است. واقعا هیچ کس با ما یاد نکرد. هیچ کس باره. و ایران هم که برفتیم کارت شهادت بگرفتیم ها. کارت شهیدی پیام بگرفتیم، کارتی هم هست میریم شهادت پول بگیریم. هیچ کس ما یاد نکرد. تا حالی هم یاد نکرد. پس از مرگ پدر، مرگ برادر کوچکش یک بار دیگر زخم دیرینه‌شان را تازه کرد. برادر او عبداللطیف نام داشت و سرباز کماندو در صفوف ارتش ملی کشور بود. 7 ماه پیش عبداللطیف در جریان یک عملیات جان خود را از دست داد و زیر پای این مادر درد دیده‌اش یک بار دیگر گلیم غم فرش کرد. هر خانواده یک شهید، 2 شهید، 3 شهید. همه دارم، خود شما میفهمید؟ همه خانواده شهید دارم و یک مادر که هم شوهر از دست بده یک بچه، خب بفهمین که او چی وضعیت داره. واقعا به روز 3-4 دفعه 10 دفعه او بیوش میشه، ما بوش میاریم. تا شام غریبانی بیا اونجا با شیشته یه بده گرزده نمیتونه، حرکت نداره. همانند فاطمه هزاران زن و کودک افغان نیز در جریان جنگ های داخلی و تجاوز ارتش شوروی به کشور نانآور خانواده خود را از دست دادند و دچار شرایط سخت در زندگی شدند. به گفته این خانواده ها هیچ کس آنان را کمک نکرد و ناگزیر این وضعیت را تحمل کردند.